چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق. همیهنان گرامی سلام، من محمد اسیری هستم و امروز 24 خرداد ماه 1392 و ساعت 5 بعد از ظهر در ایران و 7:30 صبح در وقت محلی تگزاس در امریکا در روز 14 ژوئن 2013 میلادی هست. در برنامه امروز نیز برای احترام به نام بلند دکتر محمد مصدق و میراثی که او برای ما به جا گذاشته، با آقای دکتر فریبرز رئیس دانا از ایران خواهیم بود و مستقیما با سلام مجدد با ایشان میخواستم سوال بکنم از جناب عالی آقای دکتر که آیا از میراثی که از دکتر مصدق مانده امروزه باید چشم پوشید، همانطوری که بعضی از چپ هایی که به راست در غلطیدند یا سلطنت طلبان و دیگران، آیا باید چشم پوشید یا اینکه درس هایی برای ما زنده یاد دکتر محمد مصدق به عنوان گرانبهاترین میراثی که در چندین صد ساله اخیر مانده باید نگاه کرد؟ کدام یک؟ آقای دکتر من میکروفون رو به جناب عالی میسپارم. درود به شما آقای مهندس سیدی و با سپاس مثل همیشه از دعوتتون. من روز تولد مصدق کبیر رو تبریک میگم. روز تولد ما روزهای دیگری میگرفتیم، اما پیش به من شنیدم که به پژوهش و به گواهی آقای دکتر مسعود اختری روز تولد واقعی امروز، من هم امروز رو 26 هست. بله، من هم همون روز رو روز تولد واقعی میدانم و احترام میذارم با آقای دکتر مسعود اختری و ایشون رو مقامی موثق برای این چنین بسیار مطلبی میگم، موثق تر از هر کسی میگم. به هر حال سوال اعتراضی هم به این نکته من نشید. و اما در مورد پرسشتون، ببینید واقعی به اون بزرگی تحولی، به اون عظیمی، نقش آفرینی، به آن مقدار تأثیر گذاری که تحت عنوان نسبت به ملی کردن نه یا ملی شدن نه میگن، ولی ملی کردن مثلا که اراده مردم به دنبال خود به خود نشد، مردم ملی کردن، این چیزی نیست که بشود از تاریخ فراموشش یا کم اهمیتش کرد. ممکنه بقایی یک عظیم بسیار با اهمیت تری شده به ایران آمده باشد، ولی حتی جایگاه خود بوده. حدیده ای هم که در تاریخ مانده
یادگار میشه درسهای خودشو داره. حالا اگر کسانی درسشون میخوان رو گوششون بذارن میل خودشونه، اونا میخوان تاریخ رو از همین روز که دوست دارن اختراع کنن. اصلاح طلبا میخوان میگن تاریخ از 76 شروع شده، انگار نه انگار که در دهه 60 اون اتفاق افتاد در ایران افتاد. یه کسانی میخوان بگن از 84 مثلا جنبش آغاز شد. یه کسانی میخوان بگن کودتای 28 مرداد مثلا زموده شد. در واقع میخوان تاریخ رو کات بکنن ببرن، برای اینکه میدونن که اون مزاحمشونه، میدونن که باید از اون دست بگیرن. پدیده های ماندگار در ساموس هم هستن. اون شعر معروف که اگر شما درس نگیری از تاریخ، تاریخ به شما درس رو میده. اون واقعیت هست که کسی که از تاریخ نیاموزه از هیچ آموزگار دیگری هم نمیاموزه. تاریخ پدیده ای نیست که بتونیم امضا پیچیش بکنیم، از یه جایی امضا بکنیم بگیم از این به بعد تاریخه. این یه روند به هم پیوسته در طول تا سالیان متمادی و قرنها و ببینیشه به قول جمع میکنم رابطو اندی، تاریخ یعنی تاریخ معاصر. تاریخ معاصر در ایران دیورو برگرد تاریخ بعد از مشروطه به ویژه تاریخ از زمان پهلوی و در آموزی در کاری نیست که مربوط باشد به کندوکاو یا کاوش های یک تاریخ شناس به یک جامعه شناس یا کارشناس و سیاسی بره اونجور بگه از بعد یه درسی حالا کوچیک بکنی بزرگی پیدا کنه بیاد بگیم. اون درس خودش داره میگه اگر شما نادیدش بگیرید اون شما رو نادیده نمیگیره و اگر نادیدش بگیرید بسیم که از یک گذرگاه کوهستانی هولناکی عبور میکنید بگید که خب من پاسال اونجا مراجعه کردم پولا چی هم نبود. خب پاسال تابستان رفتی شما و اگر واقعیت پولا که سهمدین کوهستان رو ندیده بگیری ابزار لازم رو نمیبری، پوشک لازم رو نمیبری و سقوط میکنی به درست و زیر بهمن میمانی. این پدیده تاریخی درسهای اصلی داره و اون نفتش که جنبش انقلابی مردم در زمان مشروطه پایان پیدا نکرده بوده که به نهضت ملی کردن نفس رسید. این دنباله اون اساسا به تعبیری خود نظریه انقلاب مداومه اون هدف ها نائل نشده بوده بهش، جامعه اونها رو به دست نیاورده بوده، حذر نکرده بوده، در درون خودش قرار نداده بوده، به عنوان گذرگاه تاریخی در اون تجربه نیاموخته بوده و اون رو تثبیت نکرده بوده، انباشته اجتماعی نکرده بوده که بخواد به مسیر جلوتری بره. در نتیجه ناگزیر اون گذرگاه های تاریخی ناگزیر خودشون رو تحمیل میکنن. متو اگر درس رو ازش نگیریم خب دوباره در ناکامی و ناآگاهی باقی میمونیم. اون درس چیست؟ درس اصلی این است که پدیده های استقلال ملی و دموکراتیزم و عدالت اجتماعی پدیده های جدایی ناپذیری هستند و توسعه اگر بخواد ماندگار باشد، همگانی باشد، اثر بخش باشه و جامعه رو به فضای نوین، به فضای مترقی‌تری بکشونه، رفاه مردم رو بخواد تأمین بکنه، آگاهی‌ها رو بالا ببره، دانش و فن رو بالا ببره، این باید اون گذشته خودش رو تأمین کرده باشه. یعنی باید این پدیده استقلال ملی، استقلال مردمی و ملی و حالا این استقلال ملی در واقع با شوبینیسم و با ناسیونالیسم‌های خوب کاملا میدونید که متفاوته نقطه نظر من. دموکراتیزم و عدالت اجتماعی اینها در واقع بسترهایی هستند که توسعه همگانی رو ایجاد میکنن. اگر نه توسعه همگانی نمیشود مثل عربستان سعودی بیارید با پولی که دارید بروید مثلا تکنولوژی بخرید بیارید یا سرمایه ها رو اونجا انباش بکنید. این زمینه ها و این بسترها لازمه تا اون توسعه که علمی و توسعه تکنولوژیکی و توسعه مادی بتواند در این بستر ثمر بخش باشه و در واقع فونداسیون ها رو درست بکنه، جاده رو بکوبه که دیگه این عراب تاریخ جلولای این جاده نمید. اینها ضروریه. این حرکتی بوده که زندگی ها دکتر مصدق پیش گرفته. مسئله دکتر مصدق فقط مسئله این که در جنبش ملی کردن نه به رهبری برگزیده شد و بعد تبدیل به مسئله شد برای امپریالیستا و بعد کودتا شد نیست.
درک او هست به دیگه رهبری خردمندانش و خرد مردم در انتخاب او به عنوان رهبری. این درک متقابل هست که نشان داده است که پدیده های در واقع عدالت اجتماعی، استقلال مردمی و ملی و دموکراسی وابسته پیوسته به همان و آمیخته ای از حرکت های اجتماعی هستند، نیروی اجتماعی آمیخته ای هستند. خب چرا اینو میگیم؟ برای اینه که ببینیم سیاست های دکتر متصف در واقع حالا جنبه شاخص و بازگشتش به دلیل مداخله امپریالیسم انگلستان، به دلیل مداخله امپریالیسم آمریکا و اساسا استعمار کهنه و استعمار نو، اتفاق اینها و جابجاییشون هم اتفاقا همینجا در تاریخ اتفاق افتاد. یکی از جاهایی که آمریکا جانشین بعد از جنگ جانشین انگلستان شد در خیلی بیشتر همین قلمرو نجد ایران بود. حالا اون مداخله ها اتفاق افتاد، ولی اون حرکت موجب شد که اون مداخله ها موجب شد که حرکت ملی کردن نفع مبارزه ضد استعماری برجسته تر بشه. خب به حقم برجسته تر بود، حفظی ترین بود. تا اون استقلال تأمین نمی شد بقیه مسائل به دست نمی آمد. ولی برنامه دکتر متصف خود سه محور اساسی بوده. همیشه این رو باید برای شاگردامون، برای نوآموزان یا برای دوستانمون که میخوان مناظره داشته باشیم تکرار بکنیم. سه برنامه. یکیش دموکراتیزم، یعنی گام برداشتن به سمت حکومت و انتقال حکومت مردم و انتقال قدرت به مردم. سلطنت موهبتی الهی است و در نتیجه شو هر کاری دلش میخواد میکنه و به هیچ اصلا پاسخگویی نیست. الان هم همین خیلی جاها هم همینطور هست، اینجا هم هر جای دیگه هم هست. این در اون زمان تومارش داشت پیچیده میشد به این ترتیب که دکتر متصف اتفاقا گام های سنجیده برخلاف اون که میگویم لجوج یا بلند پروازی ها نبود، گام های سنجیده. اولین برنامه که اصلاح قانون انتخابات بود، قانون انتخاباتی که فقط روکشی از نتایج مشروطه رو داشت، ولی فرصت میداد برای زمینداران، برای اربابان، برای وابستگان انگلستان، برای آدم های خرد زورگو وابسته و بازماندگان دوره های دوله ها و سلسله های قاجار و اینها، این قانون رو دموکراتیزه تر بکنه. اصلاح قانون انتخابات، مداخله دولت کم بشه، مداخله دربار کم بشه، امکان گسترده شدن و آگاهی رسانی در خود جریان انتخابات بیشتر بشه. حالا مذاکرات مجلس رو یا گفته های ایشون رو یا تحلیل های روزنامه های اون زمان رو بخونیم. این حرفایی که من عرض میکنم، من اون زمان رو که نبودم، ولی این حرفایی که عرض میکنم خاطر مطالعه است تو تمام مطبوعات، چه روزنامه مردم، چه مثلا باختر امروز، چه روزنامه های دیگری که اونجا بوده، حتی روزنامه هایی که تحریک شده انگلستان بودن، اونها هم همین ها رو میگفتن که در مقابلش موضع بگیرن. بنابراین یک گام این بود. گام دیگر عبارت بود از استقلال ملی که نماد به خطر انداختنش انگلستان بود و درآمدهای نفتی رو از آن خود کرده بود و نه تنها ما نمیتوانستیم منابعی برای توسعه اقتصادی داشته باشیم، بلکه اساسا مالک چیزی نبودیم، یعنی مالکیت فردی نبود در کار، مثلا مالکیت ملت بود بر منابعشون که بتوانن امیدوارانه گام به توی آینده بردارن. من میشناسم اقتصاددانان راستگرایی رو که مواجب میگیرن، بیش تردید بهتون میگم، مواجب گرفتن تا این حرف رو تکرار کنن که دکتر مصدق بهتر بود اون موقع به هر قیمتی شده در واقع کوتاه میامد در مقابل انگلستان و دست از مبارزش میکشید، بلکه قیمت نفی خود میرفت بالا، چیزی تبدیل میشد به برنامه توسعه اقتصاد. حالا انگار اگر اون زمان مثلا 500 میلیون دلار 700 میلیون دلار هم تبدیل میشد، در مقابل آن نیروی عظیمی که مردم برای توسعه آماده کرده بودن میشد اصلا ارزشی داشت. مثل که برای کسانی صحبت میکنن که درس اقتصاد نخونده، ما هم میدونیم دیگه، شما وقتی که الان تو همین اقتصاد ایران فعلا 5 میلیارد 10 میلیارد بیاری ولی هیچ کاری برای بیکاری و فقر نتونی بکنی، اصلا تقاضای موثر نداری. اونا یا منابع رو برمی‌دارن و غارت میکنن و میرن. بنابراین تزریق انجکشن‌های پولی نمی‌دونم خارجی که چیزی رو تنهایی تعیین نمی‌کنه. مسئله این است که اون پول اگر مالکیت ایران و اراده ملت در روی منابع خودش
در واقع اثبات میرسید تصریف میشد، حالا یه سال دیستر دو سال دیستر منابع لازم فراهم میابود و بعد جعل تاریخ میکنن، بگن مثلا بانک جهانی یا آمریکا آماده بود که قیمت رو بالا ببره سهمی به ایران بده. نه، اما تمام اسناد تاریخی آقای استاد موحد هستند، امیدوارم که عمر با برکتی بیشتری داشته باشند و هستن کتابهایی نوشتن در اینجا بیطرفی ایشون رو همه تایید میکنن. بله. و خود آثار دیگری هم وجود داره که اساسا چنین نبوده. آمریکا پاز به پاز زیر فشار مردم ایران ادعاهای کوچولویی میده در یه دنیا پس میگیره. بانک جهانی اون زمان به اراده آمریکا به جلو افتاده بود، پیشنهادی داده بود که در واقع پیشنهاد متزلزلی بودن، اینا پیشنهادهای ماندگاری نبودن که این پیشنهادی مثلا در آمد نفت حالا امسال یا یه سال دو سال دیگه به این قیمت به هاتون حساب بکنیم بیشتر بدیم، ولی حساب سازی های دیگه این کردن در اقتصاد ایران. مثلا می گفتن ایران شرکت ملی شرکت نفتی که در ایران هست مالک برخی از خودم که پمپ بنزین های خارج هم هست. بسیار خوب، این هم فرکن بود، یعنی ما میخوایم اینه به شما بدیم، ولی واقعیت اینه که ما که اونجا حساب رفت نداشتیم، همه اونا برمیشکستن، اون وقت باید هزینه رو میدادیم. ببینید هوشیاری الکترو مصدق که خودش مالیه خوانده بود، اوغران هم بود اون زمان و بعد هم دوربر خودش رو پر کرده بود از کارشناسا، روشنفکران، تحقیق کرده های مؤمن معتقد به استقلال ملی و با ثبات، حتی پسرخاله خودش که هم سنخ خود چند نبود مثل دکتر علی امینی که آخرش هم خیانت کرد بهش به خاطر ثبات اقتصادی که به صدر چطور که تو دادگاهش گفت من میدونم اون برنامه سیاست پولی رو کی رفت با آیت الله گفت، حالا اسم آیت الله یه جور دیگه آورد با آکاشانی و بعد اونم گفتن تو بازار اینا، ولی اون سیاست پولی رو ما با اسمان خود همین آقا درست کرده بودیم که حالا اومده علم شده برای ما، سیاست درستی بوده. بنابراین برمیگردم به حرف ده قبلی، استقلال ملی مایه های فقط یه شعاره یا یه روحیه یه خالی خشک و خالی نبود، مایه های تأمین مستمر منابع بود، منابع پایدار بود که امروز چی میذارن توسعه پایدار. شما برای اینکه منابع توسعه داشته اگر یه سال دو سال منابع داشته باشی بعدا نداشته باشی خیلی وضعش بدتر میکنه از اینکه بله مسلمه بله. برای اینکه موقت میاد یه تطبیقی میکنه یه آماس میکنه یه گوشه ای از اقتصاد و بعد بچه ما بارمون به دنیا رو باید بدید یا حساب سازیایی رو که اون نهاد پرداخت کننده داره. بنابراین بحث دموکراتیزم که از راه روی تغییر در قانون انتخابات به سمتش حرکت میکردن مردم به رهبری مصدق رو گفتم، بحث استقلال ملی که مایه توسعه گفتم و بعد بحث دیگر عدالت اجتماعی بود. شما ببینید در مقابل شعارهای عوام فریبانه و برنامه های درباری اصلاحات ارضی که هدفش در واقع نجات و چاه بود از دست املاکی که پدرش غارت کرده بود از مردم غصب کرده بود مونده بود تو دست این میخواست اینا رو پول بکنه، 1129 خود از شاه ایران خودن شدن تو چهار ماه در آمریکا بود میخواست اینا رو پول بکنه رد کنه بره و بعد اسم اصلاحات ارضی رو بندازه یه موضوع رو لوس کنه و وقتی یه تا 20 تا 30 تا دیگه نتونه حتی اصلاحات ارضی بذاره چون اصلاحات ارضی هر روز نمیشه انجام بشه. ولی دکتر مصدق در مقابلش اون 10 درصد بهره مالکانه رو مطرح کرد، در مقابلش بیمه‌های اجتماعی رو تو این کشور ساخت و همین چینه ای که اقتصاددانان راست اون شاگردای مامورای سیاه کیان هایک و بله توفیق و اینا که خودشون گفتن عضو سیاهی هست شاگرده که اونجا فعالت تو دانشگاه ها درس میدن ولی هنوز که هنوزه میگن مثلا فلان توده‌ای مثلا با سفارت شوروی چشمک زده، ولی اینا شاگردای اونا مامورین سیاهی همینجا تو کشوری که علمدار مبارزه ضد آمریکایی شاگردای ماموران سیاهی خود شدن توی دانشگاه ها همون دستا رو میدن، همون اونها در واقع با سیاست های عدالت اجتماعی هنوز هم مخالفن، یعنی میگن اصلا عدالت یعنی چی، هر کد چی اقتصاد یعنی بازار یعنی سرمایه دارا کارگر هم یه کالاست باید بره خودشو بفروشه، ولی دکتر مصدق به رفاه اجتماعی به تامین اجتماعی به امنیت های شغلی به ثبات فکر میکرد. همه که آمریکا نمیشن که درباره باره قارت جهانی بتونه یه توطئه رو فراهم بیاره بر پایه
بدبختی کشاندن مردم بومی و سرخپوستا و بردکشی و بردهداری، آوردن برده ها از آفریقا در مزارع، همه که اینطور نیست. خب یکی هم ژاپنه، ژاپن بر بنیاد ثبات شغلی، همون رشد سرمایه دارانش بر بنیاد ثبات شغلی، یا اروپا شمالی نه بر بنیاد هرج و مرج، نه نمایندگان در واقع اون وابستگان سیاسی هستن که توپر شدن توی دانشگاه های کشور و بعدم همیشه هم قدر میبینن و بالا مینشینن و توی همه این مجالس میرن و زینت المجالس همه جا هستن. وقت بعد این رو میکنن به همون دولت ولی نعمت خود که میگن این دولت یه خود چپ زیادی چپ تشید کنه، مثلا چون یه شعار عوام فریبانی مثلا داده. خیلی خوب، اما سیاست دکتر متصد پایه‌گذار بیمه های اجتماعی بود، بیمه های اجتماعی که در زمان احداث راه آهن به نوعی چکر خیلی مختصرش در دوره رضا شاه مطرح شده بود، ولی فراگیری این تراسل دکتر متصد. و نمونه دیگرش هم در مورد حقوق معلمان بود، قوانین کاری که بله. بیاد دکتر محمد مصدق به تصویب رساند که بعد از کودتا همه رو باطل اعلام کردن. بله. واقعا خواندنی است. همین امروز همین امروز یکی از مدرن ترین قوانین کار به حساب میاد. بله. بنابراین توسعه همگانی، توسعه سیستمی، دیدگاه فراگیر توسعه اجتماعی اقتصادی سیاسی با هم، این فرزند مردم ایران به رهبری خردمندانه و فرزانه مصدق کبیر بود و من تولد او رو امروز یا دو دیگر من تولد او رو تبریک میگم و غنیمتی تاریخی برای ایران میدانم. اون درس‌ها همین است که هنوزم هست. الان هم وقتی ما از دموکراسی صحبت میکنیم و یک حکومت دموکراتیک میخواییم، آلترناتیو دموکراسی ایالات متحده نیست. ایالات متحده که اون تحریکات و آتش افروزی رو در سوریه کرد، اما سالهای سال جباران هم سوریه هم که سرای عربی رو تحمل کرده به خاطر منافعش، و حالا به محض این که الغسیر در واقع باز وقت کرده شد توسط تبریز سوریه رسه 4-5 نفر آورده چششون جمع شده بوده، نمیدونم صورت چون کمی سخته بوده، میگه اینا سلاح شیمیایی بشار اسد استفاده کرده، در واقع غیر قابل قبول به نظر میرسه فکراتیک. تو درست موقعی که القصید گرفته دیگه مسلط شده بر قدرت که سلاح شیمیایی مال ضعفه، همچون که صدام این کارا رو کرد، مال دوره ضعف این بازی رو دارن میکنن. در واقع کارشناسایی هم که این فیلم ها رو دیدن همین دوره برای ما همه گفتن این بازیه، یعنی استفاده از یه دارویی برای چند نفر آوردنشون جلوی دوربین، حالا یه وقت گفتن میگه میخوام از بهر بفرستم. خب تابده فردا ارتش هم میفرسته، همون کاری که بوش کرد، یعنی متحدینش دیگه موافقت نکردن همراهش باشن و بعد بیان فشار آورد به شورای امنیت و بالاخره خودشو رسوند به عراق و 1,700,000 نفر رو بکشتن داد برای که سلاح‌های شیمیایی و کشتار زنی کشف کنه. به قول امبلایتی من گفتش که بسرمون بلا نسبت یه گونه کودی شیمیایی هم نتونست اونجا پیدا بود، ولی بلا فاصله بعدش گفت حالا عوضش دموکراسی آوردی. خب عوضه چه میتونی؟ این عوضش رو کی باید تعیین بکنه؟ همین الان هم در مورد استقلال ملی که صحبت میکنیم وابسته و پیوسته است این استقلال مردم. من هم تعریفم از ملی گفتم خدمتون، مفهوم ملی برای من بیشتر مفهوم در زمان مشروطه مطرح شده نه اون دیگاه تنگ نظرانه یه شو بینستی. بله. در جهت استقلال مردم در چهارچوب محیط سیاسی و اجتماعی که دارن و دفاعشون در مقابل تجاوز، در مقابل تهدید، این مایه های اصلی دموکراسی رو فراهم میاره. نمیگم که تنها همین کافی، نه، ولی این مایه اصلیشه. عدالت اجتماعی هم همینطور، جایی که عدالت نیست، جایی که مردم فقیرن، جایی که بیکارن، جایی که ترسیدن، جایی که به این شغلتون تسمیدن همش نگران موقع شناسنامه شونه، معلوم خودشون و زنشون رو بعد شغل و فیلمی دارن میبرن برای یک سری مثلا نمایش. خب بنابراین گرس اون متعددن الان زنده میشه، مطمئن مشخصه که دوره امیرکبیر تمام شده، دوره دکتر مصدق همون دوره اون فضای سیاسی و اجتماعی تمام شده، تکنولوژی، دانش، سرمایه، تحولات و مدلی مرزهای تاریخی اصلی سر تاریخ خود چه؟ یا
درسی که نظام سرمایه‌داری به ما میده قارت و چپاوله. اون درس هر جایی خوب شد، ولی از یه جا هم الان مدت‌ها به این برنامه از دموکراسی دفاع میکنه. ولی حالا درس جدید اینه که این دموکراسی چیه که اون ازش دفاع میکنه. ولی درس اصلی سر جاشه. درس اصلی اتفاق افتاده و مبارزات مردم ایران هم سر جای خودشه. و اون این است که دموکراتیزم، عدالت اجتماعی و استقلال ملی پدیده‌های جدایی ناپذیرن. اگر لطمه بهشون بخوره در واقع راه توسعه، رفاه، خوشبختی و انسانی زیستن صد میشه. حالا بعد دیگه مسائل تاکتیکای فرعیش میاد، حالا تاکتیکای مبارزاتی، انقلابی، انتخاباتی، قبول کردن هدایت جامعه توسط دولت یا توسط نظام، اینا بحثای معریف که داره مطرح میشه. ولی درس اصلی سر جای خودشه. من بار دیگر فرصت رو مختنم میشمارم به تولد این رادمرد بزرگ تاریخی که مثل ستاره پروین در آسمان ایران هست، پایدار هست. اجازه بدید آقای دکتر بخشی از صحبتهایی که در مجلس آن زمان در زمان زنده یاد دکتر محمد مصدق شده اشاره بکنم در قالب فرمایشات جناب عالی. میگه که جمال امامی داشت صحبت میکرد در مجلس و دکتر مصدق هم جواب میداد. یکی از جوابهای دکتر مصدق اینه که اما این که فرمودید، یعنی به جمال امامی داره میگه، اما این که فرمودید وقتی که امریکایی‌ها با ما همراهی بکنن باید از مرام ملی و استقلال خودمان صرف نظر کنیم، بنده هیچ وقت زیر بار این مطلب نمی روم. بله این استقلال ملی بود که بله تمام هدف ناخت امپریالیزم در واقع طریعه این شناخت در تاریخ ایران ثبت شده به نام رهبری زدیاد مصدق. بله و ادامه میده، من آدمی هستم که با این حال کسالت و با تمام ناتوانی خودم تا نفس دارم برای آزادی و استقلال این مملکت مبارزه می کنم و من از این کار صرف نظر نمی کنم. آن ملتی را که نوکر و بنده یک کمپانی بشود، اشارش کمپانی نفت انگلیسه، آن را یک مدت یک ملت جلو رفته نمی گویند، ملت عقب رفته می گویند و بنده ننگ دارم که بگویند به ملل عقب افتاده می خواهند کمک و همراهی بکنند. این برای ایران ننگ است که به یک دولت مثل من پول بدهند و بگویند که این ملت عقب افتاده نیاز به کمک خارجی دارد. و ادامه داره. در هر صورت ممنونم از فرمایشاتتون آقای دکتر که حسن ختام برنامه هایی بود که در این مدت به خاطر احترام به زنده یاد دکتر محمد مصدق و راه او که همچنان در پیش ماست حسن ختامی بود و از شما بسیار ممنونم و امیدوارم روزهای خوشی برای شما، برای ملت ایران در پیش باشه. اگر فرمایشی دارید بفرمایید، در غیر این صورت با شما بدرود بگم. زنده و سربلند باشید و برای همه ایرانیان مقیم اون حوالی و شنوندگان آرزوی سربلندی، سرافرازی و شادکامی و تندرستی دارم. بدرود. متشکرم از لطف. خب هم میانان گرامی، نمیدونم در واقع پس از این دیگه برنامه تلویزیونی داشته باشم یا نه، ولی به هر صورت اگر مسئله ایجاب بکنه در خدمتتون خواهم بود، وگرنه نه تنها این برنامه حسن ختام برنامه‌هایی بود که در این هفته به یاد زنده یاد دکتر محمد مصدق گذاشتم، ولی گمان می‌کنم که دیگه سن و سال اجازه نمیده
حالا اگر مسائل دیگه ممکن باشه، ولی سن و سال اجازه نمیده. این هستش که به طور قطع از تعداد تلویزیون، تعداد برنامه‌های تلویزیونی پند تاریخ کاسته میشه، ولی خب بیشتر به نوشته میپردازم و گهگاهی هم ممکنه همونجوری که عرض کردم اگر شرایط ایجاب بکنه و لازم باشه در خدمتون بیام. به هر صورت براتون روزهای بهتری رو آرزو میکنم، برای ملت ایران روزهای بهتری رو آرزو میکنم و به یاد زنده یاد دکتر محمد مصدق این برنامه های پند تاریخ رو در اینجا فعلا میبندم. روز و روزگار شما خوش باد، زنده باد استقلال، زنده باد آزادی و زنده باد عدالت اجتماعی در ایران فردا.